عارف معاون پزشکیان گفته دولت تمایل داره که زندان اوینو بکنه دانشگاه، و گفت ما در دوره آقای خاتمی هم میخواستیم این کارو بکنیم، تصویب هم شد ولی قبول نکردن، ولی الان بازم تمایل داریم. میخوام یه پیغام خوب به دنیا بدیم که زندانمون شد دانشگاه. عارف از حق نگذاریم که واقعا توی این زندان اوین کلی فریخته و باسواد و اینا توش هست، یعنی واقعا هست دیگه، دهده دانشگاه هست. فقط خواهشن اگه خواستین دانشگاهش کنید، بابک زنجانی رئیسش نشه، رئیس دانشگاه بشه، لابی بزنه، آشنا پیدا کنه، پولی چیزی بده بشه رئیس دانشگاه. رئیس دانشگاه اوین بابک زنجانی، با اختلاس نمیشه قد در حوزه چی؟ آره اگه جوری میتونه اصلا بابک زنجانی بشه. اگه بابک زنجانی رئیس نمیشه دانشگاه اوکی کنی، من راضی هستم. ترامپ گفته بیشتر مسائل با ایران رو تلفنی حل میکنم، یعنی به مسعود زنگ میزنه میگه مسعود چجوری خوبی چیکار میکنی، این کار نباید میکردیم، اگه دوباره بکنی تحریمتون میکنم، اگه نکنی تحریم ها برمیدارم. و گفته بیشتر مسائل با ایران رو تلفنی حل میکنم و اگه مجبورم بشم یه چند تا دیدارم با مسعود خواهم داشت. پزشکی ها کجا؟ اسمی سازمان ملل، این مثلا میره دستشویی، اینا میره دستشویی، همدیگه خف میکنن میبینن می دستشویی، مگه تو دستشویی هم میکنی؟ بله من دستشویی میکنم. عمو ترام کجا یه کاری؟ حکم جلبت هم گرفتم، مگه دادگاه تشکیل نداد؟ مگه واسط ابلاغیه نیومد؟ دادگاه تشکیل بعد اخه دیدار داشته باشی؟ حکم بازداشت اومده، بله رأی اولی هم نمیدون داشتن، ولی ابلاغیه واسط اومده دیگه. بله وکیل داشتی؟ نمیدونم. تو ایران ازدواج مجدد خانمهایی که طلاق گرفتند 25% کمتر از میانگین جهانیه، ولی آقایونی که طلاق گرفتند تو ایران میانگینشون تازه 6% از جهان بیشتره. یعنی نشون میده این خانمهایی که طلاق گرفتند تو ایران دیگه میل به ازدواج ندارن، میگن که چی؟ چون خیلی اذیتشون، دوباره ازدواج کنیم اسیر یکی دیگه بشیم، دوباره بدبخت بشیم، مگه تنهایی چشه؟ مگه تنهایی گاز میگیره؟ دهش میریم یه کار میکنیم دیگه، یه آرشگاهی میزنیم یه کار میکنیم، نیازی به شوهر نداریم. ولی آقایو نه، انگار زیادی بهشون خوش گذشته تو ازدواج و مقصر طلاق خودشون بودن و میرن ازدواج میکنن که چی بشه؟ میخوای یکی دیگه بدبخت کنی هر وزی؟ او قبلی کم بود، میخوای یکی دیگه بدبخت کنی؟ خیلی ازدواج کنی، عجله هم داریم. الان یه چیزی میگم، بعضی ها میان میگن تو داری خود تغییری میکنی. خود تغییری چی عزیزانم؟ یه چیزی یاد گرفتی. جمعیت ایران 1% جمعیت دنیاست، مساحتش هم زیر 1%، ولی منابعش 7% دنیاست. خیلیه، یعنی با این منابع میشد 7 تا کشور اندازه خودمون رو مدیریت کرد، سر و سامون داد، اداره کرد. ولی او 7 تا کشور پیشکش، این کشور ما تو نیازهای اولیهش مونده با این همه منابع. منابع 7 برابر، زندگی زیر خط فقر. یعنی خیلیه، یعنی خیلی با مدیر باشی که 7 برابر کشورت منابع داشته باشی، 7% برابر دنیا، بعد مردم توی وضعیت باشن بدبخت، لنگ نیازهای اولیه. یعنی باید خیلی مدیر باشی، خیلی، که اینا هم خیلی هن انگار. از رضا حجار هم شوهر در اومد، هستی رضا حجار بدن سازه که مدالش داد به دوست دخترش بر خط خورد، مثل که الان با دوست دخترش ازدواج کرد و برگشت تیم ملی. یعنی فقط با همین ترفنده که میشه از دوست پسر شوهر در بود، یعنی همین ترفند بود که خدا رزق زده شد و ازدواج کردم و این دختر خانم عزیز با رضا حجار ازدواج کردن و انشالله که دیگه خوش باشن. فقط بازم خوبه این مال تیم ملی نگفتن بچه دار باید بشید بعد برگرد تیم ملی، یعنی اون موقع باید چی کار میکردن؟ یعنی بهش گفتن به یه شرط، اول ازدواج، بعد جواب سونوگرافی، حامله 3 ماه به بالا که نشه سختش کرد. بازم خوبه این شرط رو نگذاشتن و به عقد ساده راضی شدن که برگرد تیم ملی. رضا حجار
مدیر عامل منطقه آزاد کیش گفته دنبال این هستیم که فیلترینگ رو تو کیش برداریم، اینترنت بدون فیلترینگ باشه تو کیش. یعنی همین بیانش هم اشتباهه. خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید، شعور ندارید که چی مثلا کیش بدون فیلتر باشه بقیه جا باشه. مثلا واسه چی؟ مگه کیش جزی از ایران نیست؟ یعنی واسه چی باید کیش بدون فیلترینگ باشه بقیه جا باشه؟ اگه بعض گردشگری خب اصفهان، شیراز، تبریز، همین خوزستان، همه جا گردشگریه، همه جا گردشگر میاد، حتی مشهد، یعنی ای چی؟ یعنی شما بابت این حرف باید شرمنده بشید. خاک عالم، اینم مسئولین ما. یه مش بی مال اتحادیه گاوا گفته، گاودارا گفته به زودی شیر گرام می شود. مال گاوا اتحادیهشون نیازی به تلارسانی نیست. مگه توی کشور چیزی هست که گرون نشه؟ واسه چه اطلاع رسانی میکنید؟ نیاز نیست اصلا. ما عادت کردیم شب بخوابیم صبح بیدار بشیم گرم شده باشه. خودتونو به زحمت اندازید. هم عادت کردیم، هم کنار اومدیم و هم اگه گرون نشه تعجب میکنیم. ای یه هفته است این کالا گرون نشده، واسه چی؟ ببینید مشکل کجاست، کدوم مسئول کم کاری کرده. حالا چقدر میخواه بشه؟ از 15 تومن میشه 18 تومن. از دامدار میخره، گاودار کیلو 15 شو میخرید به این خبه ما میدید؟ بعد الان میخوای 3 تومن گرونتر بخرید، چقدر میخوای به ما گرونتر بدید؟ 30 تومن؟ چقدر؟ ای خدا مال گابایه. خزعلی رئیس سازمان سینمای دولت گفته ممنوع کاری هنرمندان ربطی به دولت نداره، اصلا ما ممنوع کار نگردیم. خزعلی پس ربطی به کی داره؟ یعنی این دولت آقای رئیسی ممنوع کاریش ربطی به دولت نداره، فیلترینگ مال دولت نیست، پس چی دست شماست؟ پس شما توی 3 سال چی کار کردید؟ چی رو گردن میگیرید؟ خود چیزی گردن میگیرید خودتش بگید ما این کار کردیم، نه ممنوع کاری، نه فیلترینگ، نه اون، پس چی میخوای گردن بگیرید بعد 3 سال؟ این بدبختی مردم ها که گردن نمیگیرید، معیشت، تورم، اشتغال، عدمش، بیکاری، اینم که نمیخواید گردن بگیرید، پس میخواید چی رو گردن بگیرید؟ چی دستتون بود؟ یا آقای گفته آبروی همو نبریم، واسه هم پرونده تشکیل ندیم. کیا هستن؟ ای هم کیان؟ من نمیدونم. ای هم مایی؟ فکر نکنم. ای هم کیان؟ چه پرونده ای واسهشون تشکیل شده؟ تخلفشون چی بوده؟ اگه تخلفشون مالی اختلاس نباشه حقشونه دیگه. اگه چیزی دیگه هست هم بگین دیگه، ما نمیدونیم. منظور کیا هستن؟ دغدغه کیان؟ واسه کیا پرونده تشکیل شده که شما ناراحت شدید؟ اینو به ما بگید. مردم عادی هستن؟ به خاطر چی بوده؟ اونو که فکر نکنم. اگه اونا که حقشونن دیگه، تازه این کمتری حقشونه، حتی باید بیشتر از این